با سلام خدمت همه دوستان عزیز، با آموزش نرم افزار اولیگو آنالایزر در خدمتتون هستیم. نرم افزار اولیگو آنالایزر یک نرم افزاری هست که با استفاده از اون میشه کیفیت پرایمر ها رو بررسی کرد. مثلا فرض کنید که یک جفت پرایمر رو از یک مقاله یا از یک منبعی به دست آوردید، میخواد ببینید که این پرایمر چه ویژگی هایی داره، مثلا تی امش چقدر هست، در حد سی جی چقدر هستش و اینکه چه ساختارهای ثانویه ای داره. در واقع میخواید بررسی کنید که این پرایمرها کیفیت لازم رو دارن یا نه. برای این کار میتونیم از نرم افزار اولیگو آنالایزر استفاده کنیم. هم نرم افزار کم حجمی هست، حجمش کمتر از 1 مگابایت هستش و هم کار کردن با اون خیلی راحت هستش. حالا من فایل نصبی نرم افزار رو اینجا دارم، میخوام نصبش کنم. نصبش خیلی راحت هستش، فقط کافیه چند تا نکست رو کلیک کنم تا این نرم افزار برای من نصب بشه. خب الان نرم افزار برای من نصب شده، کافی هست که اون رو اجراش کنم. خب الان من نرم افزار اجراش کردم. اول این پنجره میاد که نیاز نیست در این قسمتی چیزی وارد کنید، کافی رو اوکی کلیک کنید تا این پنجره بسته بشه. خب بعد یک زبانه داره تحت عنوان پرایمر که در اینجا میتونیم توالی پرایمر هامون رو از سمت 5 پرین به 3 پرین وارد کنیم. برای این کار من یک فایل ورد دارم که شامل 3 نوع پرایمر هستش. پرایمر جفت اول رو برمیدارم، هم فوروارد داره هم ریورس داره. خب توالی فورواردش رو برمیدارم، کپی میکنم و در همین کادر اون رو پیستش میکنم. خب میگه که طولش 20 نوکلوتید هست، برایش اسم میذارم، اسمش رو میذارم پرایمر فوروارد. خب این شد پرایمر اول من. میخوام پرایمر ریورس هم وارد کنم، میام روی اد پرایمر کلیک میکنم، یه کادر جدید باز میشه و میام توالی پرایمر ریورز هم کپی میکنم و در همین کادر واردش میکنم، برایش هم یه اسم میذارم، مثلا همون ریورز. خب این 20 نوکلوتید هست، این 21 نوکلوتید هست. حالا میخوام که ویژگی های هر پرایمر رو بررسی کنم. اگر روی پروپرتیز کلیک کنم میاد در این پنجره مشخصات اون پرایمر رو نشون میده. الان من روی پرایمر فوروادم روی پروپرتیزش کلیک کردم، میاد مشخصات همین پرایمر رو به تنهایی نشون میده. خب این که توالیش هستش که همینجا وارد کردیم، از 5 پرین به 3 پرین هم حتما باید وارد کنیم، هم پرایمر فوروارد هم پرایمر ریورد، و در واقع هر پرایمری رو وارد میکنیم باید توالی رو از 5 پرین به 3 پرین حتما وارد کنیم. خب این توالی خود پرایمر هستش، از 5 پرین به 3 پرین. توالی ریورزش هست که خب کاربرد چندانی نداره، طولش 20 نوکلوتید هست و اینجا دمای تی امش رو نمایش میده. 3 نوع دمای تی ام داره، یکی بیسیک، یکی سالت و یکی هم ان ان، که اصلا مهمتر اون تی ام سالت هستش، چون که ما وقتی پی سی آر میذاریم یا ریل تایم میذاریم یه محیط نمکی داریم، ام جی سی ال 2 داریم، کاسی ال داریم و این یک محیط نمکی هستش. بنابراین اون تی امی که برای ما مهم هست دمای در محیط نمکی هست، میشه تی ام سالت. خب اینجا تیمش گفته 54 درجه است که قابل قبول هست، میتونه بین 50 تا مثلا 62 64 باشه که بهینش البته 58 هست، بین 55 تا 58 اون دمای بهینه برای تی ام هست که اون نزدیک هست به اون دمای بهینمون. بیان پایین تر در حد سی جی هست. تفاوت سی جی پرایمر ها بهتر است بین 40 تا 60 درصد باشه که خب این حداقل مینیمم رو داره. دلتا جی پرایمرمون هست، این دلتا جی هر چقدر منفی تر باشه اتصال پرایمرمون به اون هدف تخصصی خودش، به اون جایگاه تخصصی خودش محکم تر هستش. هر چقدر این عدد منفی تر باشه بهتر هستش. در اینجا درصد سی جی رو برای سمت سپریم پرایمرمون نشون میده. بهتر سمت سپریم پرایمرمون در حد سی جیش کم نباشه و در حد سی جیش هم زیاد نباشه. اگر در حد سی جیش زیاد باشه احتمال این که به نقاط غیر اختصاصی متصل بشه زیادتر میشه. اگر که در حد سی جیش در سمت سپریم کم باشه احتمال این که به نقطه اختصاصی خودش به صورت محکم متصل بشه کمتر بشه. چون که در پرایمرها سمت سپریم آغاز کننده یه واکنش هست، در واقع در ریل تایم سنتز اون توالی ها سنتز قطعاتمون از سمت سپریم متصل میشه، بنابراین سمت سپریم پرایمر اهمیت زیاده هست. بهتر در حد سی جیش بین 40 تا 60 درصد باشه.
خب اینا در حد سی جیش پایین تر هست، نشون میده که اتصال سمت سپیریم من به قطعه به جایگاه اختصاصی خودش ممکنه که چندان محکم نباشه. یعنی اگر من یک کم تی ام را بیارم پایین، ممکنه که سمت سپریمش جدا بشه و تکثیر به خوبی انجام نشه. در حالی که بخش اگر کنم تی ام را یک مقدار ببرم بالاتر، ممکنه که سمت سپریم پرایمرم به خوبی متصل نشه، جدا بشه و کارهای پرایمرم و کارهای پی سی آرم در واقع بیاد پایین. بیان پایین تر، این هم که وزن مولکولیش هست که اینجا نمایش شده. اما در قسمت پایین تر ساختارهای ثانویه رو نشون میده. ما برای بررسی ساختارهای ثانویه حالت ایدئال این هست که هیچ ساختار ثانویه ما نبینیم، در واقع هیچ ساختار ثانویه پایداری نبینیم، که این خب خیلی کم پیش میاد. ما پرایمرهای خیلی کمی داریم که واقعا هیچ ساختار ثانویه پایدار نداشته باشن. خیلی هاشون ساختار ثانویه دارن. خب حالا چه ساختارهای ثانویه قابل قبول هست، کدوم قابل قبول نیست؟ میتونیم دو نوع فیلتر کنیم. یکی اینکه بگیم که تعداد بازهایی که با هم مچ میشن پشت سر هم از 4 تا بیشتر نباشه. مثلا در اینجا الان 4 تا باز پشت سر هم متصل شده، خب این روی مرز قرار داره. اگر از 4 تا بیشتر بشه میگیم جالب نیست، مطلوب نیست. اگر از 4 تا کمتر باشه مشکل نداره. این یه روش هست. روش بعد استفاده از دلتا جیه. میگن که دلتا جی منفی تر از 4 میتونه مشکل ساز بشه. اینجا الان من دلتا جیش منفی 6.54 هستش، خب این میتونه تا حدود مشکل ساز بشه. اما میبینیم که 4 تا باز بیشتر نیست، در واقع 4 تا باز سی جی به هم متصل شدن، به خاطر همین دلتا جیش منفی شده. اگر که در این مثلا یک باز مثلا ایاتی قرار داشت، دلتا جیش اینقدر منفی نمیشد. به هر حال اینشون که 4 تا باز بیشتر نیست که پشت سر هم متصل شدن، میگیم که حالا این ساختار روی مرز قرار داره، اشکال نداره. اما بیام پایین تر اینجا رو ببینیم. الان AT هستش، دور 2 4 6 تا باز پشت سر هم متصل شده و دلتا جیش هم منفی 4.6 است. اینجا CG متصل شده بود، به خاطر همین دلتا جیش خیلی منفی بود، اما چون اینجا AT هستش دلتا جیش کمتر منفی شده. خب اما این 6 نوکلوتید پشت سر هم قرار گرفته، به خاطر هم میگیم که این مطلوب نیستش که ما 6 تا پرایمر داشته باشیم که پشت سر هم متصل شده باشه، مخصوصا برای ریل تایم این حالت چندان مطلوب نیستش. البته در اینجا چون که سرهای سپریم آزاد هستش، سرهای سپریم برای پرایمر خیلی مهم هست که آزاد باشه، در اینجا هر دو سمت سپریم آزاد هست، بنابراین این رو هم درسته که مشکل ساز میشه. اما اگر که دمای اون پی سی آر مونده یا ریل تایم که نه، در واقع برای ریل تایم یک مقدار مشکل ایجاد میکنه، میتونه نویز بده. اما برای پی سی آر معمولیمون، اگر که تی ام رو یک مقدار بالاتر بگیریم، میتونه این ساختار از بین ببره و مشکل در واقع ایجاد نکنه، در واقع کار ستاپ کردن رو یک مقدار مشکل میکنه. خب البته در پیسار اون مقدار مشکل ایجاد میکنه که خب کار رو باید استاپ کرد، برنامه دمای پیسار رو باید بهینه کرد. بیام پایین تر اینجا هم 4 تا بیشتر نیست، خب قابل قبول هست. اینجا هم همینطور قابل قبول هست، حتی اگه قابل قبول هست یعنی یه جورایی روی مرز قرار داره. این شد ساختارهای ثانویه‌اش. بیام پایین تر لوپ میتونه، ممکنه که یک پرایمر استم لوپ بده که اینجا گفته نه، یعنی پرایمر فوروارد من هیچ استم لوپ نداره. خب پس این چون مال پرایمر فوروارد من یه مشکل اینجا داشت که 6 تا نوکلئوتید پشت سر هم به هم متصل شده بودن، اما گفتیم چون که سر سپریمش آزاد هست از هر دو طرف، میتونیم با بهینه سازی پی سی آر دمای پی سی آر بود این مشکل رو برطرف کنیم. اما دما رو هم زیاد نمیتونیم افزایش بدیم. چرا؟ چون که اینجا میزان درصد سی جی سپریممون کم هستش. اگر که من دمای پی سی آر رو زیاد بالا ببرم، ممکنه که اون نوکلوتیدهای سمت سپریم پرایمرم جدا بشه و کارایی پی سی آر رو خیلی کاهش بده. مثلا پی سی آری که مشاهده میکنم باندش دیگه خیلی شارپ و پررنگ نباشه. میتونه دلیلش این باشه که سمت سپریم پرایمر من درصد سی جیش کمه و یه ذره من دما رو از اون دمای بهینه ببرم بالاتر جدا میشه، که اینجا دمای تی امش 54 درجه هستش. خب این شد مال پرایمر فورواردمون. بریم پرایمر ریورز الان بررسی کنیم.
کافیه روی پروپرتیز کلیک کنیم. این هم پرایمر ریورزمون هست. خب نکته اول اینکه این دماش 51.6 هست، ریورزمون شد 51.6، فورواردمون بود 54.3. خب بین 54.3 تا 51.6 مثلا این چیز در حدود 2 درجه اختلاف هست. بهتره که اختلاف دما بین پرایمر هامون وجود نداشته باشه دیگه، از 1 درجه بیشتر نباشه. در ایدئالش این هست که از 1 درجه بیشتر نباشه، چون که کار ستاپ را ممکنه با سختی مواجه کنه. اما خب در اینجا 2.5 درجه هم اختلاف داره مشکلی نیست. میگم که از 3 درجه بیشتر نباشه، میگم که اگر که اختلاف تا 3 درجه باشه قابل قبول هست، اما ایدئالش این هست که دیگه از 1 درجه اختلافش بیشتر نباشه. مخصوصا برای اینجا که پرایمر فورواردمون مشکل داشت، این اختلاف دمای 2.5 درجه میتونه باعث ایجاد مشکل بشه. خب در حد سی جی شو ببینیم. در حد سی جی این پرایمرمون کم هست، فقط 28% هست که بهتر هست بین 40 تا 60 درصد باشه. و این تحلیل سی جی پایین پایین شده که این دمای تیمش هم بیاد پایین تر. ما 21 نوکلوتید داریم که درصد سی جیش پایین هست، خاطر همین دما شده 51. اگر هر چقدر درصد سی جی بالاتر باشه تی ام بیشتر میشه. بیان پایین تر، باز اینجا ساختارهای سانگهش رو ببینیم که اینجا اصلا یه جورای غیر قابل قبول هست. هم دلتا جیش منفی 7 هست، هم تعداد نوکلوتید هایی که متصل شدن به هم زیاد هست. درست سمت سیپی بریمش در اینجا آزاد هست، اما تعداد نوکلوتید هایی که در اینجا به هم متصل شدن خیلی زیاد هست و ساختار ثانوی خیلی فعال، خیلی پایدار را ایجاد کردن. بنابراین پرایمر ریورز من که این پرایمر هستش ساختار ثانوی پایداری داره در اینجا. ساختار ثانوی بعدی را بررسی کنیم، می‌بینیم که سمت سپریم کاملا متصل شده و 2, 4, 6 نوکلوتید در سمت سپریم متصل شده. این سبب ایجاد پرایمر دایمر میشه. وقتی که سمت سپریم پرایمرمون به هم متصل میشه مثل اینجا و یک ساختار پایدار را داره، که ساختار پایداری که داریم از دلتا جی متوجه میشه. اگر که ساختارش دلتا جیش از -4 کمتر باشه، یعنی منفی تر باشه، اون ساختار پایدار میشه و میتونه در ریل تایم هم پایدار، در پی سی آر هم پایدار بمونه. مخصوصا اگر دمای تی ام رو بیاریم پایین تر، این ساختار میتونه بیشتر پایدار بشه و سبب ایجاد پرایمر دایمر بشه. بنابر این پرایمر فورواردمون، یکی این که اینجا تعداد نوکلوتید های زیاد به هم وصل شدن، یکی این که اینجا سمت سپریم ها به هم متصل شدن و ساختار خیلی پایدار رو ایجاد کردن. بهتر هست که سمت سپریم ها یک مرز بخوام بذاریم، حتی اکثر 3 باز متصل شده باشن. مثلا اگر که اینجا فقط 3 باز متصل شده بود میگفتیم قابل قبول هست، اما از 3 باز بیشتر اگه متصل بشه میتونه در پیسار سبب ایجاد مشکل کنه و باعث میشه پرایمر دایمر ایجاد بشه. مخصوصا اینجا که 6 نوکلوتید داره، واقعا این میتونه باعث ایجاد پرایمر دایمر بشه در پیسار. خب در اینجا هم به همین صورت باز وارمیم که سمت سپریم اینجا 4 نوکلوتید متصل شده و این سر سپریم هم باز 4 نوکلوتید متصل شده. این هم اصلا جالب نیستش، اصلا این ساختار قابل قبول نیست. خب بنابراین توالی ریورز ما 3 ساختار ثانوی غیر قابل قبول داره که باید اصلا این پرایمر مطلوبی نباشه. در اینجا این ساختار ثانویه داره که هم دلتاجیش مثبت هست، همین که تعداد بازهایی که پشت سر هم متصل شده از 4 بیشتر است. اگر که پرایمر ریورز من فقط این ساختار ثانوی رو داشت میگفتم قابل قبول هست، اما هر یک از این ساختارهای ثانویه به تنهایی میتونه باعث بشه که یک پرایمر غیر قابل قبول باشه. چه این ساختار و یا این ساختار، هر پرایمری که یه دونه از این ساختارها رو داشته باشه کافی هست که بگیم اون پرایمر قابل قبول نیست، چون که این دو ساختار سبب ایجاد پرایمر دایمر میشه و این هم یک ساختار پایدار در پیسار ایجاد میکنه. اما این ساختار روی مرز قرار گرفته، یه جورایی 3 باز پشت سر هم متصل شده، اینجا هم 3 باز متصل شده، میگیم روی مرز قرار داره، حالا مشکل نداره چون دلتا جیش هم مثبت هستش. خب این شد پرایمر های ما به تنهایی، پرایمر فوروارد به تنهایی.
روی این کلیک میکنم بررسی میکنم، پرایمر ریورت به تنهایی روی این کلیک میکنم بررسیش میکنم. حالا میخوام که آیا پرایمر فوروارد و ریورز من با همدیگه ساختار تشکیل میدم یا نه، یعنی امکان داره که پرایمر فوروارد من به ریورز من متصل بشه یا نه. برای این کار روی مالتیپلکس آل کلیک میکنم، در اینجا گفته که فوروارد ریورز آنلینگ، ساختارهای صنایعی که از اتصال فوروارد و ریورز ایجاد میشه. برای این کار اگر که من اینجا روی اد پرایمر کلیک کنم، الان یک ساختار یک پنجره جدید باز شد، اما این خالی هست، درون اون هیچ من توالی نداشتم. روی مالتیپلکس آل کلیک کنم یه ارور میده. برای اینکه ارور را نده من این پنجره خالی رو میبندمش دیگه. اگه بخوام پرایمر رو بندم کافی رو این علامت کلیک کنم تا بسته بشه. روی مالتیپلکس آل کلیک میکنم، در این پنجره نمایش میده ساختارهای ثانویه حاصل از پرایمر فوروارد و ریورز من رو. خب این اولین ساختار ثانویه هستش، قابل قبول هست چون سه تا نوکلئوتید بیشتر متصل نشده و سرهای سپریم هم آزاد هستش. دلتا جیش هم از منفی 4 بیشتر هست، در واقع مثبت تر از منفی 4 هست، پس این ساختار ثانویه قابل قبول هست. بریم ساختار ثانویه بعدی. اینجا باز می‌بینم اینجا سه تا باز متصل شده، اینجا هم سه تا باز متصل شده و دلتا جیش مثبت تر از منفی 4 هست. می‌بینم این ساختار ثانویه هم قابل قبول هست، این هم به همین صورت و سایر ساختارهای ثانویه هم به همین صورت هستش. خب من اینو یادم رفت ببینم که آیا استم لوپ میده یا نه. پرایمر ریورز هم دوباره روی پروپرتیز کلیک میکنم. خب اینجا که ساختارهای ثانویه‌اش وقتی گفتیم قابل قبول نیست و اینجا گفته که لوپ ساختار اون پرایمر ریورز من علاوه بر این که سه تا ساختار ثانوی غیر قابل قبول داشت، در اینجا دو تا استم لوپ هم داره که این استم لوپ باعث شده که سر سپریم متصل بشه و چهار تا باز متصل شده. این ساختار ثانوی یه جورایی غیر قابل قبول هستش چون سر سپریم رو به اینجا متصل کرده و میتونه اون آنزیم تک پلیمراز به اینجا متصل بشه و تکثیر بده این قسمت رو. بهتر است که لوپ نداشته باشیم مخصوصا در سمت سپریم ها. اصولا در ساختارهای ثانویه بهتر هست که سمت سپریم پرایمر همون آزاد باشه، مثل اینجا. اینجا سمت سپریم پرایمرمون آزاد هست، اما در اینجا سمت سپریم پرایمر ها متصل شده و این ایجاد مشکل میکنه. خب این شد از این جفت پرایمر که گفتیم ریورزش غیر قابل قبول هست اما فورواردش تا حدودی قابل قبول هست. من برم جفت پرایمر بعدی رو بیارم. این مال جفت اولم بود، حالا جفت دوم رو کپی میکنم و در اینجا واردش میکنم. ریوردش رو هم به همین صورت وارد میکنم. خب الان روی پروپرتیز کلیک میکنم، این ویژگی های پرایمر فوروارد من نشون میده. میگه که تی امش 59.14 همه که در منطقه خوبی هستن، تی امش در اون منطقه هست که گفتیم دمای بهینه تی ام هست در اونجا واقع شده. در حد سی جیش مناسب هست، گفتیم بین 40-60% باشه که اینجا 47% هست، در همون ناحیه قرار گرفته. بیان پایین تر هیچ ساختار ثانویه‌ای با خودش نداره و هیچ استم لوپی نداره. این در واقع یک پرایمر خیلی خوب و خیلی ایدئال هستش که نه ساختار ثانویه داره نه استم لوپ داره. در حد سی جیش مناسب هست، تیمش هم مناسب هستش. در حد سی جی در ناحیه سپریمش هم مناسب هست، بین 40-60% هستش، نه زیاد هست نه کم هستش. حالا برم پرایمر ریورز رو بررسی کنم، روی پروپرتیز کلیک میکنم. بینم که این دمای تی ام 60 درجه هست، مال فورواردم 59.14 هم بود، مال این 60 درجه هستن. در واقع اختلاف تی ام هم کمتر از 1 درجه هست که این خیلی خوب هستش. در حد سی جیش 45 مناسب هستش. سی جی سپریمش داره به مرز نزدیک میشه، مثلا از 60% بیشتر نباشه که خب الان اینجا 57% هست، این هم مناسب هست و این هم نه ساختار ثانویه داره و نه استم لوپ.
پس این دو پرایمر هم به تنهایی خیلی خوب هستن، تی اماشون با هم همخوانی داره، در حد سی دیشون مناسب هست، طولشون مناسب هست که این 22 نوکلئوتید هست و این 23 نوکلئوتید. بهتره که طول پرایمرها از 24 25 نوکلئوتید بیشتر نباشه و از 18 نوکلئوتید هم کمتر نباشه. حالا میام ساختار ثانویش رو بررسی می‌کنم با هم دیگه، میان کنش این دو تا پرایمر رو با هم دیگه. روی مالتیپلکسال کلیک می‌کنم. خب این ساختار ثانوی اولشون هست، اینم که سمت سپریم که آزاد هست یه نقطه مثبت، اما اینجا چهار تا باز به هم متصل شده. تی ام نگاه میکنم اینم که از منفی 4 مثبت‌تر هست، پس این قابل قبول هست. درسته 4 تا متصل شده اما دیگه ساختار ثانوی پایدار نداره. دلتا جیش از منفی 4 مثبت‌تر هست، بنابراین قابل قبول هست. این هم به همین صورت، درسته 4 تا متصل شده اما دلتا جیش از منفی 4 مثبت‌تر هست، مشکل نداره و این ساختارهای ثانوی هم مشکل ندارن. بنابراین یک جفت پرایمر خوب و ایدئال اینجا داریم که تقریبا هیچ مشکلی ندارن. خب این پرایمرها قابل قبول بودن. حالا پرایمرهای قبلی مشاهده کرد که چقدر مشکل داشتن، اما این پرایمرها اینجور نیستن. این نتایج رو میشه ذخیره کرد به این صورت که میتونم همینجا همه رو انتخاب کنم، همه رو کپی کنم و بیارم داخل یک فایلی مثلا وردی اون نتایج رو پیست کنم تا به این صورت نتایجم رو ذخیره داشته باشم. خب بعض وقتا ما پی سی آر میذاریم که بیشتر از دوتا پرایمر داره، مثلا تتر آنز پی سی آر یک واکنش یک روش پی سی آر هست که شامل 4 تا پرایمر میشه. ما میتونیم این 4 تا پرایمر رو هم با هم بررسی کنیم میان کنششون رو. در اینجا پرایمر فوروارد، پرایمر ریورس، کافیه دوتا اد پرایمر بزنم و دوتا پنجره جدید باز بشه، دوتا کادر جدید باز بشه و در اون پرایمرها موارد کنم. مثلا فوروارد رو در این کادر بالا وارد میکنم، اسمش رو میذارم فوروارد، ریورس هم رو هم در کادر پایینش وارد میکنم، اسمش رو میذارم ریورس، پرایمر بعدی رو در این کادر وارد میکنم، مثلا اسمش هم پرایمر 4 باشه، مهم نیست چه اسم براش میذاری، میتونه مثلا فوروارد داخلی من باشه و توالی آخر که مثلا پرایمر ریورز داخلی من هست رو اینجا واردش میکنم. وقتی بزنم یه مالتیپلکس آل این چارتا رو به هم دیگه بررسی میکنه. روی مالتیپلکس آل کلیک میکنم، اینجا گفته فوروارد و ریورز رو بررسی کرده با هم دیگه. بیام پایین تر، بعد گفته فوروارد و پرایمر 4 بررسی کردم که فورواردمون این توالی بالایی بود، پرایمر 4 مون هم این هستش. بیام پایین تر، باز گفته که فوروارد با پرایمر 5 که پرایمر 5 اون پرایمر آخرمون بود این هستش، اسمش پرایمر 5 هست، و ریورس پرایمر 4 و همینطور دوتا با همدیگه بررسی کرده و میتونید ساختارهای ثانویه رو بررسی کنید و ببینید که کدومش قابل قبول هست و کدومش قابل قبول نیستش. خب در اینجا آموزش نرم افزار به پایان رسید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به کارتون بیاد. خیلی ممنون از توجهتون. موفق و پیروز باشید.